یونسکو سه تصمیم برای حفظ مکانهای فلسطینی ثبت شده در میراث جهانی اتخاذ کرد. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. کمیته میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در 46مین نشست خود که در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد، سه قطعنامه را برای حفظ و حراست از اماکن فلسطینی ثبت شده در فهرست میراث جهانی به اتفاق آرا تصویب کرد. این اماکن عبارتند از شهر قدیمی قدس و دیوارهای آن، شهر قدیمی الخلیل و سرزمین زیتون و انگور فلسطین که چشمانداز فرهنگی زمینهای کشاورزی در جنوب قدس می باشد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مکانهای موجود در فهرست میراث جهانی به دلیل اقدامات مکرر و نقصهای ارتش اسرائیل در خطر هستند. در این قطعنامه وضعیت حقوقی بیت المقدس شرقی به عنوان یک شهر اشغالی و لزوم حفظ جایگاه تاریخی موجود، حملات مستمر به قدس شرقی و مسجد الاقصی و سایر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی مورد تاکید قرار گرفت. در این اجلاس اقدامات ارتش اسرائیل در شهر قدیم الخلیل و حرم حضرت ابراهیم و حفاری‌ها در مناطق شهرک نشینان و همچنین پروژه ساخت آسانسور برقی در حرم حضرت ابراهیم محکوم شد. تخلفات بعدی اسرائیل در رابطه با ساخت تونل، جاده کنارگذر، تسطیح اراضی و نصب پاسگاه‌های شهرک‌سازی در مکان‌هایی که میراث جهانی در آن قرار دارد نیز در این نشست مورد نکوهش قرار گرفت. وزارت گردشگری و آثار باستانی فلسطین از تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک منتهی به تصویب این قطعنامه‌ها قدردانی کرد و از مدیر کل یونسکو خواست فشار جدی بر مقامات اسرائیلی برای احترام به معاهدات بین‌المللی و توقف آسیب رساندن به میراث فلسطین وارد کند.